مولوی عبدالسلام حنفی در مراسم تجلیل از هفته مخصوص سرمیاشت از افراد، شهروندان کشور، نهادهای خیریه داخلی و خارجی، کشورهای کمک کننده و تجار خواست که در این هفته سهیم شده و برای رسیدگی با نیازمندان کمک کنند. هفته مخصوص سرمیاشت از 24 تا آخر ماه میزان از سوی جمعیت هلال احمر افغانی در مرکز و ولایت کشور را اندازی می شود که هدف آن جمع‌آوری کمک به نیازمندان و متضررین حوادث طبیعی می باشد. از تعاون و از امورات خیریه ملت افغانستان و همچنان به همکاری مؤسسات خیریه جهانی فعالیت‌های خود همیشه به شکل غیر جانبدارانه ادامه می‌دهد. در اینجا موارد بسیار زیادی در افغانستان وجود دارد که باید حمایت شود. یکی از جمله آنها اطفالی که مبتلا به سوراخی قلب هستند، واقعا یک مشکلات بزرگ برای ملت افغانستان است. در ولایات مختلف، در شهرها، در مناطق مختلف این امراض متاسفانه به شکل بسیار زیاد وجود دارد. وی با اشاره به زلزله ولایت هرات اضافه کرد که سرمیاشت در این ناحیه نیز همکاری های خیش را با نیازمندان زلزله زده بدون تعصب و زبان انجام داده است. و همچنان آفات های طبیعی که در اخیر همشهریان عزیز هرات ما را متاثر ساخت، در اونجا یک عده بزرگ از هموطنان عزیز ما به شهادت رسیدند. الله تبارک و تعالی جای از اونها را جنت الفردوس بگرداند و به زخمی ها شفای عاجل نصیب کند و به همه متضررین صبر جمیل نصیب بکند. الحمدلله اداره سرمیاشت در اینجا هم فعالانه سهیم بوده است و وقتی که اینها و ارگانهای خیریه در اونجا خیمه های خود نصب کردند و به خاطر همکاری متضررین فعالیت های خود انجام دادند، متاسفانه دو روز بعد یک تنباد دیگر آمد، همه خیمه ها را از بین برد. در همین حال نورالحق انور رئیس اداری امور نیز در این نشست گفت که امارت اسلامی زمینه های کاری را برای شهروندان مساعد ساخته و متحد است که به نیازمندی های مردم رسیدگی نماید. وی در ادامه با خوانش پیامی از سوی ریاست الوزراء گفت که سرمیاشت افغانی بدون فرق بین مردم خم دیده و فقیر کمک می نماید. در افغانی سرمیاشت طول را چل بیوزل و علمون و زیانمن و شوی و هوادوال و سرال هر دول توپیر پرت هم رسمی کوی. نو دی پرتنی آیت شریف پا استناد پر مونگ او تاسو طول لازمه دا چل دغی طولن سر د خیر که گنه په چارو کې د خپل وس مطابق مرستې وکړو. سږکال د افغاني سرې میاشتې ټولنې ځانګړې اونۍ د ټولو هیوادوالو ته مبارک وي او لله الحمد. سږکال دا اونۍ په داسې حال کې لمانځو چې زموږ د مسلمان او مجاهد ولس د بې دریغه سرښندنو له برکته په هیواد کې اشغال او تپل شوې جګړه پای ته رسېدلې او اسلامي نظام قایم دی. وی در ادامه از مامورین دولتی، مردم، نهادهای خیریه، تجار، راننده ها خواست که با این اداره همکاری نمایند تا باشد که اوائد آن را جمع نموده و در موقع ضرورت به نیازمندان کمک صورت گیرد. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.